خدا اینجا که قفلی زده رو ستاره هاست، ول نمیکنه نجوم آسمون رو میده. لابد یه چیزی داره دیگه. 150 تا آیه مثلا میاد میگه که شما چه میدونید مثلا فلان ستاره یعنی چی؟ اما ادراک مت طارق. ما تو چه میدونی مثلا طارق راهساز دو کوبنده یعنی چی؟ ما واقعا نمیدونیم. میشه بفرمایید؟ خب اینو کسی نمیره از امیرالمومنین بپرسه. هیچ احمقی بلند شده چند تا مو دارم؟ آقا من به راه های آسمان آگاهتر میدونم. بپرس سوال بپرس جواب تو بدم. من چند تا مو دارم؟ مسخره میکردن دیگه. حضرت فرمودن همین قدرش بدون همین الگوریتم شیطانیه. ولی اذیت کنه دیگه. میگه که از یه ستاره اسم میبره که پنهان ترین ببین خنس. ما به این نفیه خناسه من شر الوسواسل وسوسگر ناپیدا. شیطان که مطالعه ندیدیمش که میگه خنا این خنسه، این ته پنهان کاره. یه ستاره ای که دیده نمیشه. ستاره را گرفتی خدای ما را. ستاره را اساسا از اونجا ما میفهمیم هست که باید ببینیمش بدرخشه. یا تازه این که نیستش، یه ستاره هایی دیم که اصلا شما نمیبینید. خنس یعنی هیچ کس نمیبینش، اصلا قابل دیدن نیست. یه ستاره ای که آه چی میشه ما یک چیزو میبینیم؟ فلا اقسمو بالخنس. چی میشه یک چیزو ببینیم؟ یا نور ساطع کنه یا نور رو چیکار کنه؟ وقتی میگه اصلا نمیبینیش یعنی نه نور ساطع میکنه نه نور رو چیکار میکنه؟ سیاه مطلقه، قورت میده تمام نور رو، باید تمام نور رو جذب کنه. اگه یک اندکی هم بازتاب بده تو میبینیش. الجوار حرکت هم میکنه، تازه جاریه. الکنس دیگه فلانی خیلی کنسه، یعنی همیشه جمع میکنه. عربا به جارو میگن مکنسه. المکنسه الکهربایی، جارو برقی. میگه یه ستاره که اصلا دیده نمیشه راه میره، همه چی رو هم قورت میده، نهایت قورت دادنه. الکنس همون که وزن خنس فعل اومده بود، اینم بر همون وزن اومده. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. میگه قسم بخور به اون ستاره پنهانی که اصلا دیده نمیشه، سیاه محض و همه چی هم قورت میده. آخه شما چه میفهمید چی؟ راست میگه، سیاه چاله فضایی تازه فهمیدیم چی. فرو ریزش کرده، ستاره بوده، انقدر جاذبه داره همه چی رو قورت میده، برای همین اصلا دیده نمیشه. به وجودش از روش های دیگه که الان محل بحثمون نیست پی بردن فیزیکدان ها و منجمین. حالا همین آیه رو دیدید، برید زیلش روایتش رو نگاه کنید. برداشت معرفتی هم داره، برداشت فلان هم داره. با کی کجا این آیات نازل شده؟ 1400 سال پیش تو شبه جزیره ای که کل باسوادشون 17 نفر بودن. باسواد بخشه خوندن نوشتن بلدن 17 نفر. چون هر کسی هم که خودتازه خوندن نوشتن بلد باشه الزاما باسواد نیست. تو جامعه ای که میگفتن زمین صافه، خورشید دور ما میچرخه، بالا سرمون میچرخه، دورمون هم نه، تو اون جامعه داره در مورد سیاه‌چاله فضایی صحبت میکنه. خب برای دو تمت تورات اینا برده بسه ما بیار، من مشتریم به قرآن قسم. دو تمت انجیل برده برای من بیار.